بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته. عنوان سخنمون درسی از نهج البلاغه است، کلمات بخش دوم نهج البلاغه، نامه های امیر مؤمنان سلام الله علیه، نامه 69 و من کتاب له علیه السلام الى الحارث الهمدانی، یکی از اصحاب بسیار بسیار جلیل القدر امیر مؤمنان سلام الله علیه، شخصیت بزرگواری است به نام حارث همدانی. این نامه بیش از 20 دستور اخلاقی امیر مؤمنان سلام الله علیه به جناب حارث دادن. دستورات اخلاقی هست، سبک زندگی دینی و اسلامی هست. بعضیشو در یک جلسه قبلی اشاره کردم، اونایی که اشاره کردم سریع ترجمه میکنم، ادامه بحث رو میخوانم. مطلب اول فرمودن تمسک به حبل القرآن، به ریسمان قرآن چنگ بزن، واستنصح و از قرآن بخواه که تو رو نصیحت کند، و احل حلاله و حرم حرامه، حلال قرآن رو حلال بدان، حرام قرآن رو هم حرام بدان، و صدق به ما سلف من الحق، اون حقی که گذشته است اونها رو تصدیق کن. میدانید قرآن کریم سه بخشه، بخشی هست مواعظ، بخشی هست احکام، آیات الاحکام میگن، و بخشی هم قصه های قرآنی. امیر مؤمنان اشاره می فرماید به هر سه بخش. استنصح یعنی موعظه های قرآنی رو بپذیر، از قرآن بخواه که تو رو نصیحت کنه، موعظه کنه، و قهرن بپذیر انسان. دوم، حلال خدا رو حلال بشمار، حرام خدا رو در قرآن حرام بشمار، که اشاره به آیات الاحکامه. بخش سوم، صدق به ما سلف من الحق، قصه های قرآنی هست. و اعتبر، این دستور اول در حقیقت سه برداشت از قرآن. دستور دوم، و اعتبر به ما مضا من الدنیا ما بقی منها، از گذشته دنیا عبرت بگیر برای آینده دنیا. فإن بعضها یشبه بعضا، دنیا همه شبیه همه. اگر در گذشته دیدی عده‌ای رفتن، ما هم خواهیم رفت. اگر کسی در دنیا جاودانه موند، شما هم جاودانه خواهید موند. از گذشته دنیا برای آینده دنیا عبرت بگیر. سوم، و عظم اسم الله ان تذکره الا على حق، نام خدا رو جز به حق یاد نکن. شارحین نهج البلاغه فرمودن شاید اشاره به همین سوگندهایی است که ما گاهی می‌خوریم. میدانید در قرآن نهی شده ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا و تتقوا، قرآن رو در معرض قسم، خدا رو در معرض قسم هاتون قرار ندید برای اینکه کار خوب نکنید. دیدید به بعضیا میگه آقا، مثلا مثال میزنم، چرا با فلان برادرت قطع رابطه کردی؟ میگه دلم میخواد برم ولی قسم خوردم دیگه خانهشون نرم. یه مؤمنی بهش مراجعه میکنه، آقا یه ضمانتی، میگه قسم خوردم ضامن کسی نباشم. لا تجعل الله عرضة، خدا رو در معرض قسما قرار ندید برای کار نیک. مثل اینکه شما بگید آقا من قسم خوردم دیگه نماز نخونم، قسم خوردم به مسجد نرم. چهارم، اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، یاد مرگ باش، یاد مراحل بعد از مرگ باش، منازل بعد از مرگ. ولا تتمنى الموت الا بشرط وسيغ، آرزوی مرگ داشته باشیم؟ نه، کراهت داره انسان آرزوی مرگ داشته باشه. در روایات فراوان آمده، چون آرزوی مرگ در حقیقت یک نوع شکوه از پروردگاره. دیدید بعضی‌ها میگن خدا مرگم بده،
داره شکایت میکنه، آرزوی مرگی که شکوه از پروردگار باشه پسندیده نیست الا به شرط وسیق. کسانی میتونن بگن ما آماده مرگیم که واقعا همه چیز رو در این دنیا زاد و توششون رو آماده کرده باشن. دستور پنجم و حذر، از سه چیز بر حذر باش. عرض کردم نامه بسیار بسیار مهمیه، نامه 69 نهج البلاغه، بیش از 20 دستوره. و حذر، از سه چیز بر حذر باش. یک، کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکرهه لعامه المسلمین از کاری که برای خودت میپسندی ولی برای دیگران حاضر نیستی انجام بدی. چه توی چیزی رو برای خودت میپسندی ولی دیگران چی؟ هر آنچه برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. اگر از چیزی برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. دوم، وحذر کل عمل، بر حذر باش از کاری که یعمل بهی فسر و یستحیا منه فلعلانیه، کاری که آدم سری مخفی انجام میده ولی علنی حاضر نیست انجام بده، همش ترس داره که آبروش بریزه. چرا یه کاری میکنی که در علن حاضر نیست؟ خیلی مهمه ها، کاری انجام بده که در سر مخفی، کاری اگه انجام میدی ببین حاضری این کار رو علنی انجام بدی. و خیلی از کارهای ما تعطیل میشه، ما خیلی از کارها رو انجام نمیدیم برای آبرومون پیش مردم. ای کاش ملاحظه آبروی خودمون رو پیش خدا میکردیم. ما خیلی از کارها رو برای آبرومون پیش مردم رعایت میکنیم، آبرومون پیش خدا چی؟ وحذر کل عمل، هر کاری که یعمل بهی فسر، سری و انسان حاضر انجام بده اما خجالت میکشه علنی انجام بده. سوم، سه تا بر حذر، وحذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره. کاری نکن که اگه بعدها ازت بپرسن میخوای منکرش بشی. کاری انجام بده که اگه سوال کردن با کمال افتخار بتونی بگی من این کار انجام دادم. و حذر کل عمل یعمل بهی فسر و یستحیا عنه فلعلانیه. و حذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره. کاری نکنی که اگه بعدن ازت پرسیدن بخوای منکرش بشی. او اعتذرم منه، عذر. چرا انسان کاری بکنی که بعدن بخواد عذر خواهی بکنه؟ نه کاری انجام بده که بعدن بخوای منکر بشی و نه کاری انجام بده که بخوای عذر خواهی کنی. این پنج تا رو در اون جلسه گفته بودم، یا شاید زمیمه ششم. ولا تجعل ارضک غرضا لنبال القوم. نبال یعنی تیرها. آبروی خودت رو در معرض تیر مردم قرار نده. لا تجعل، در روایات داریم اتقوا من مواضع التهم، از محلی که انسان متهم میشه بر حذر. چرا کاری میکنی که مورد اتهام قرار بگیری؟ شاید شنیده باشید این داستان رو، نبی مکرم اسلام در مسجد النبی ظاهرا معتکف بودن، چون میدانید پیامبر خدا همه ساله اعتکاف داشتن در مسجد النبی، دهه آخر ماه رمضان رو حضرت معتکف میشدن، اعتکاف در مسجد النبی. و اگر یک سالی ماه رمضان در سفر بودن، سال گذشته دو دهه معتکف میشدن، یه دهه قضای سال گذشته، اینقدر اعتکاف پیش پیامبر ارزش و جایگاه داشت. حضرت ظاهرا معتکف بودن در مسجد النبی، یکی از همسرانشون کاری داشت با حضرت، خب از مسجد آمدن بیرون، پشت دیوار مسجد مشغول صحبت با همسرشون شدن. حالا شب و تاریکی و پیامبر تو تاریکی شب پشت دیوار مسجد داره با همسرش حرف، دو نفر از اصحاب رد می شدن، دو نفر از اصحاب پیامبر عبور می، حضرت صداشون زد، فرمون بیاین. گفتن چیا رسول الله؟ فرمونی همسرمه دارم باهاش صحبت میکنم. یعنی فکرتون یه وقت جای دیگه، بابا پیامبر معصوم، ایمان دارن، ولی در این حال پیامبر خودش در معرض تهمت قرار نمیداد. آقا این همسرمه، بدانید این همسرم. چرا انسان یه کاری بکنه که در معرض تیر اتهام دیگران باشد؟ بعضی هم میگن آقا ما کار خودمونو میکنیم، مردم هرچی میخوان بگن. نه، غلطه. ما کار خودم، مردم هرچی میخوان بگن. نه آقا جان، خودتو در معرض اتهام قرار نده. ولا تجعل ارضک
غرضاً لنبال القوم، آبرو تو هدف تیر مردم قرار نده. هفتم، ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به، هر چی شنیدی نقل نکن. فکذا فکفا بذالک کذبا، دروغ همین مقدار بگیم، دروغ همین کافیه. الان جامعه ما میبینید بسیاری از این حرفایی که ما میگیم، میگه آقا نگو، از کجا میگه؟ من شنیدم، اون دروغ همینه دیگه. لا تحدث الناس بكل ما، هر چی شنیدی برای مردم تعریف نکن. فکفا بذالک کذبا، تو همین نهج البلاغه امیر مؤمنان میفرماید فراوان شنیده اید بین حق و باطل چهار انگشته، اون چه دیدی با چشمت حق، اون چه شنیدی باطل است. اون چه دیدی، این که از دیگران شنیدم کافی نیست، ولی در این حال مواظب باش، هر چی شنیدی نقل نکن، باور نکن. ولی از اون طرف، ولا ترد علی الناس، خیلی مهمه این دو جمله. ببینید مؤمن باید بیدار باشه، مؤمن باید هوشیار باشه، کلا سرش نگذارن. هر چی شنیدی باور نکن، بر دیگران نقل نکن، ولی هر چی هم بهت گفتن رد نکن. میگن آقا فلانی مثلا فلان خلاف انجام داده، اینو نرو جای دیگه تعریف بکن، اونم که برای تو تعریف کرده اشتباه کرده، تو هم جای دیگه نقل نکن، دروغه. ممکنه دروغ باشه، برای دروغ گفتن همین کافیه که بگی دیگران گفتن. ولی در این حال مؤمن بیدار باشه، کلام سرت نگذارن. اگه گفتن فلانی فلان خلاف انجام داده ردش نکن، احتمالش بله احتمال هست، کلا سرت نگذارن. یه وقت آقا نیاد کلا سرت بگذاره، فکر کنی آقا نه اینا همش دروغ، نه شاید راست باشه. تو حق نقل جای دیگه نداری. این دو جمله رو کنار هم بگذارید، لا تحدث الناس بكل ما سمعت به، هر چی شنیدی برای دیگران تعریف نکن. فکفا بذالک کذبا، مصداق دروغه. اما نقطه مقابلش، ولا ترد علی الناس کل ما حدثو کبه، هرچی هم بهت گفتن رد نکن، بگو آقا نه اینا حتما دروغه، نه نه احتمال داره راست باشه. فکفا بذالک جهلا، میگن چه عجب آدم نادانیه، ما بهش گفتیم هشدار دادیم ولی گوش نکرد، اون آقا آمد کلا سر اینم گذاشت. از کسی خلافی نقل کردن جایی نقل نکن، احتمال صدقم هست، مواظب باش. اگه واقعا میخوای اقدامی، مثلا مثال بزنم، علیه کسی مطلبی گفتن، شما میخوای اون آقا رو تو مغازه خودت بیاری، ازش به عنوان شاگرد مغازه استفاده کنی، نه توی اداره میخوای استخدامش کنی، هر چی گفتن باور نکن، تصدیق نکن، ولی ردم نکن. حالا که میخوای یه جایی ازش استفاده کنی، شاگرد مغازت باشه، کارمند ادارت باشه، بررسی کن. لا ترده، رد نکن هر چی شنیده ای. فکفا بذالک جهلا، میگن چه آدم جاهلیه، این جهل توست. وکذم الغیظ، این هشت مورد. وکذم الغیظ، از این جمله کمی بیشتر توضیح میدم. وکذم الغیظ وحلم عند الغضب و تجاوز عند المقدره وصفح مع الدوله تکن لک العاقبه، اگه این چند تا کار رو انجام بدی پایان خیر با تو همراهه. چیه؟ یک، وکذم الغیظ، خشم خودت رو فرو ببر. وکذم الغیظ. دو، وحلم عند الغضب، وقتی غضبناک شدی حلیم باش، بردبار باش. روزی هم که به قدرت رسیدی بگذر. و تجاوز عند المقدره، روز قدرت روز انتقام نیست، روز گذشته. وصفه مع الدوله، اگر قدرتی دستت آمد اهل گذشت باش، صفح بالاتر از گذشته. ولیعفو ولیصفهو، قرآن سفارش کرده عفو و صفح، فرقش چیه؟ عفو گذشته، صفح از اون بالاتره، گذشتنی که حتی به روشم نمیاری. وصفح مع الدوله، به قدرت رسیدی دیگه به رو خودت نیار. تکن لکل عاقبه، پایان خیر، عاقبت خیر از تو هست. پس در حقیقت در این جمله نهم حضرت سه دستور رو با هم بیان کردن. یک، وکذم الغیظ، خشم خودت رو فرو ببر. وحلم عند الغضب، وقتی غضب کردی حلیم باش. تجاوز عند المقدره، مقدره، وقتی قدرت داری اهل گذشت باش، بالاتر از گذشت، بالاتر. وصفح مع الدوله، اهل صفح باش، یعنی حتی به روی طرف نیار. ولیعفو ولیصفه، الا تحبون ان یغفر الله
لکم. اگر این کارا رو کردی تکن لکل عاقبه. اجازه بدید برای اینکه این بحث فقط نقل کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه نباشه، یه توضیح از سیره خود حضرت بدم. عزیزان باور بفرمایید، امروز نمیدونم، شاید نپسندید عزیزان من این تعبیر رو، ولی یه واقعیتی است. بگذارید صادقانه صحبت کنیم، چیزی رو مخفی نکنیم. مردم ما خوبی های فراوانی دارن، الحمدلله. نقاط ضعفی هم ما داریم تو جامعهمون امروز. اگر نقاط ضعف رو بگیم انشاءالله قدمی برای اصلاح برداشته خواهد شد، اگه نگیم فایده نداره. امروز گذشت متاسفانه تو جامعه ما داره تبدیل میشه به یک کیمیا، به یک در نایاب. گذشت ها خیلی کم شده، گذشت ها خیلی کم شده در زندگی های خانوادگی، خیلی گذشت ها کمه. این آمار طلاق و جدایی هایی که شما میشنوید نشانه است گذشت نیست دیگه. برید پرونده ها رو ببینید سر چه مسائل جزئی، آدم خجالت میکشه نقل بکنه. برید ببینید تو دادگاه های مدنی ببین سر چی از هم جدا شدن. گذشت نیست تو زندگی های خانوادگی، تو زندگی های شخصی ما گذشت نیست. ناراحت نشید عزیزان من، عرض کردم یه وقت سوء تعبیر نشه. اعتقاد من اینه مردم ما خوبی ها فراوان الحمدلله، ولی نقاط ضعف رو بگیم اصلاح کنیم. این که فقط از خوبی ها بگیم فایده ای نداره، نقاط ضعف هم بگیم اینا برای ما بده، خیلی برای ما زشته. ما باید یادم یک کمی در زندگی های شخصی، زندگی های فردی، زندگی های خانوادگی، زندگی های اجتماعی، حکومتی، سران حکومت هم باید گذشت داشته باشن. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمان وحلم، این سه تا کار رو داشته باش. وقتی ذمل غیظ، خشم تو فرو ببر. وحلم عند الغضب، غضب کردی حلیم باش. تجاوز عند المقدره، به قدرت رسیدی اهل گذشت باش. بالاتر وصفح مع الدوله، صف به رو خودت هم نیار. مع الدوله وقتی به قدرت رسیدی. بگذید داستانی از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم، داستان واقعا قابل توجهی و هشداری است برای ما. قصه رو ابن عبدالحدید نقل میکنه در شرح نهج البلاغه، مینویسد که کان علی علیه السلام، البته داستان رو از امام باقر نقل میکند، کان علی علیه السلام اذا صلى الفجر لم يزل معقبا الى ان تطلع الشمس. امیر مؤمنان نماز شبشون رو تو خانه خودشون میخوندن، نافله صبحو میامدن مسجد، نماز جماعت صبحو میخوندن، بعد از نماز تو سجاده مشغول تعقیبات بودن تا طلوع آفتاب. نماز شب تو خانه شون، میامدن مسجد نماز صبحو میخوندن، بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید تو سجاده مشغول تعقیبات بودن. فاذا طلعت، اول طلوع خورشید که میشد، اولین کار امیر مؤمنان چی بود؟ سیره امیر مؤمنان، اولین کارشون چی بود هر روز؟ فاذا طلعت، وقتی طلوع آفتاب میشد، حضرت منبر میرفتن برای مردم یعلمهم الفقه والقران. دو چیز یاد مردم میدادن، یک احکام، دوم قرآن، تفسیر قرآن. اولین برنامه امیر مؤمنان یه کار فرهنگی دین، بعد از طلوع آفتاب اولین کارشون منبر بود. هر روز امیر مؤمنان منبر میرفت، هر روز امیر مؤمنان فاصله نماز صبح تا طلوع آفتاب تو سجاده مشغول تعقیبات، اول طلوع آفتاب اولین کار امیر مؤمنان سخنرانی بود. سخنرانی حضرت تمام میشد، راه میافتادن به طرف خانه. کان له وقت یقوم من مجلسه، یه ساعتی داشت منبرشون، تمام میشد میرفتن. فقام یوما، یه روز منبر حضرت تمام شد، از مسجد حرکت کردن برن به طرف خانه. فمر برجل، یه کسی به امیر مؤمنان برخورد کرد. رماه و به کلمت حجرن، یه کلمه امام باقر داره میفرمود، کلمت حجرن. حجرن این چی؟ حج باهی دو چش، یعنی به امیر مؤمنان فحش داد تو مسجد، مسجد کوفه، اوج قدرت، اوج خلافت، بعد از سخنرانی جلو جمع. رماه و به کلمت حجرن، من معنا کنم یعنی چی کلمه فحش. ببینید یه وقتی کسی رو لعنت میکنه، میگه خدا لعنتت کنه، این یه مرحله است، حرف بدیه. شما به کسی بگی خدا، به امیرمونان نگو خدا لعنتت کنه، چیز خیلی سنگینی نیست. وقتی به کسی میگه خدا لعنتت کنه، لعن یعنی از رحمت خدا دور باش، لعنه الله یعنی ابعده الله من رحمته.
خدا لعنتت کنه یعنی دور باد از رحمت الهی. نه نه، لعن نیست، یه مرحله بالاتر از لعنه. لعن بالاتر از لعن چیه؟ سب. سب یعنی چی؟ ببینید عزیزان، یه لعن داریم یه سب داریم. سب یعنی چی؟ سب یعنی دشنام. دشنام چیه؟ مثلا شما به یه مسلمانی بگی کافر، این سبه، از لعن بالاتره، درجه دومه. به یه آدمی بگی آدم پست، به یه آدمی بگی سگ، عذر میخوام این کلمات رو به کار میبرم، میخوام این جمله ترجمه بشه، معنا بشه. به کسی بگی کافر، به کسی بگی کلب. فقها مثال زدن، شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب بحث سب رو داره، بحث هجر رو داره، اینکه آدم حق نداره دیگری سب بکنه. بگی مثلا سگ، بگی کافر، بگی عقب مونده. این مرحله دوم. یه مرحله از این بالاتره، لعن یکی، خدا لعنتت کنه، بالاتر سب، بگی کافر، بگی سگ. یه مرحله بالاتر، اون هجره، فحشه. اون چیه؟ من دیگه حیا میکنم بگم. امام باقر علیه السلام هم نفرمودن که او به امیر مؤمنان چی گفت، و من نمیخوام حجر اینجا، چون رسیدیم به این داستان امیر مؤمنان، اصلا نمیخوام کلمه فحش رو معنا کنم، ولی اجمالا بدانید از لعن بالاتره، از سب بالاتره. فحش داد به امیر مؤمنان، عرض کردم ترجمه نمی کنم فحش رو. امام باقر هم نفرمود که او چی گفت. امیر مؤمنان در اوج قدرت جلو جمع تو مسجد بعد از سخنرانی فحشش دادن. روایت اینه: رجع، حضرت برگشتن، سعد المنبر، رفتن منبر، جواب این آدم رو دادن. چی جواب دادن؟ فرمودن لیس شیئون احب الالله ولا اعم نفعا من حلم امام و فقهی. هیچ چیزی پیش خدا محبوبتر و سودش برای مردم بیشتر از حلم امام، این که امام حلیم باشه، بردبار باشه، چیزی از این بالاتر نیست. ولا شیئون ابغض الی الله ولا اعم ضررا، هیچ چیزی هم پیش خدا مبغوزتر و ضررش بیشتر از این که امام بخواد جواب بده، اهل حلم و بردباری نباشید. فرمود فکر نکنید من نشنیدم، شنیدم، ولی ما اهل حلم و بردباری هستیم. در اوج قدرت امیر مؤمنان. قصه دومی باز ابن ابوالحدید نقل میکند، مینویسد. میدانید ابن ابوالحدید از شارحین نهج البلاغه است، از علمای اهل سنته. مینویسد کان علیه السلام احلم الناس، امیر مؤمنان از همه مردم حلم و بردباریش بیشتر بود. بعد او مینویسد، ابن ابوالحدید مینویسد عبدالله ابن زبیر یشتمه علی رؤوس الاشهاد، تو سخنرانیهاش دشنام میداد، شتم میکرد تو سخنرانی علنیش. عبدالله ابن زبیر تعبیری داره، باز من نمیخوام این تعبیر رو بگم، ابن ابوالحدید نقل کرده که عبدالله ابن زبیر چی میگفت راجع به امیر مؤمنان سلام الله علیه. خب عبدالله ابن زبیر در جنگ جمل اسیر شد. در جنگ جمل میدانید زبیر، طلحه، هر دو کشته شدن و عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر، اسیر شد. همین آدمی که تو سخنرانیهاش دشنام علنی به امیر مؤمنان میداد اسیر شد. وقتی حضرت دست یافت به او و او رو به اسارت گرفت، زفر به یوم الجمل فصفح عن، حضرت گذشت ازش. در اوج قدرت عبدالله ابن زبیری که تعبیرات بسیار زننده ای راجع به امیر مؤمنان به کار می برد گذشت. تمام مردم بصره رو بخشید. میدانی جنگ جمل جنگ سنگینی بود. من بارها عرض کردم یکی از قسمت‌های تاریخ که حتما باید محور سخنرانی‌ها باشه و مورد غفلت قرار نگیره، سه جنگ امیر مؤمنان. متاسفانه ما فقط یه اسم جنگو شنیدیم، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ‌های خیلی سنگینی بود. در جنگ جمل شیخ مفید رضوان الله علیه مینویسد 30,000 نفر کشته شدند. 30,000 نفر، 25,000 نفر از جملی ها، 5,000 نفر از یاران امیر مؤمنان. تمام این قائله رو خب میدانید، طلحه و زبیر رقمی نبودن که بتونن اینجور مردم رو جمع کنن. سوء استفاده کردن از نام حریم پیامبر و یکی از همسران پیامبر. بماند جنگ جمل که تمام شد، امیر مؤمنان مردم بصره رو جمع کرد. به مردم بصره فرمود که من چه کنم با شما؟ ما بالوکم، چرا این کارو کردید؟ چرا آتیشو به پا کردید؟ 30,000 نفر انسان کشته شدن، چرا این کار کردید؟ مردم بصره به امیر مؤمنان گفتن،
گفتن کن کل عبد صالح یوسف، تو هم مثل عبد صالح یوسف باش. یوسف چی گفت؟ گفت لا تسریب علیکم، همه تونو بخشیدم، شما ما رو ببخش. امیر مومنان تمام مردم بصره رو همه رو بخشید، همه رو بخشید، همه رو با 30,000 نفر تلفات، 5,000 یاران امیر مومنان بشه، جنگ بسیار سنگینی بود، همه رو بخشید. بعضی آمدن گفتن یا رسول الله اینا با ما جنگیدن، اموالشون اینا با ما جنگیدن، اسیرشون کنیم. حضرت نپذیرفتن، خیلی تون برخورد کردن که این حرفا یعنی چی. اشاره کردم به داستان یوسف، بد نیست من یه اشاره این آیاتو بخونم براتون. عزیزان در سوره مبارکه یوسف، وقتی برادران یوسف، نکته بسیار لطیفی خدا رحمت کند مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه نقل کرده، من این قصه رو بگم براتون جالبه. قصه یوسف رو زیاد شنیدید، بارها شنیدید. وقتی برادرها آمدن خدمت یوسف، به یوسف گفتن که ما رو ببخش. قالوا تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین، ما اشتباه کردیم، شما ما رو ببخش. یوسف چی جواب داد؟ قال لا تسریب علیکم الیوم، مثلا حرفش هم نزنید، مسئله ای نیست، تمام شد. یغفر الله لکم، خدا بیامرزه، حرفش هم نزنید، خدا بیامرزه. و هو ارحم الراحمین، خدا مرحم الراحمینه. ببین خیالتون راحت باشه، از حرفشو نزنید، لا تسریب علیکم الیوم، یغفر الله، خدا بیامرزه، خدا مرحم الراحمینه. برادران نگران بودن که پدرشون یعقوب بیناییشو از دست داده. فرمود قصه اونم نخورید. اذهبوا بقمیسی هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا، پیراهنو بندازید رو چشم با پدرم، پدرم بینا میشه، همتون پاشید بیاید اینجا. یک، خودش فرمود لا، اصلا حرفش هم نزنید. دو، خدا بیامرزه. سه، خدا ارحم الراحمینه. چهار، نگران چشم پدرید، چشم بابا هم خوب میشه، ببین قصه نخورید. این قصه رو تو قرآن آمده زیاد شنیده اید. ذیل همین آیات یه داستانی برام علامه طبرسی نقل کرده رضوان الله علیه، می نویسد برادرها یه روز به جناب یوسف گفتن جناب یوسف، تو که همه جور لطف و محبت و آقایی در حق ما کردی، یه لطف دیگه هم در حق ما داشته باش. فرمود چی میخوای؟ گفتن ما وقتی میشینیم سر سفره با شما، هم سفره میشیم و هم غذا میشیم، اولین لقمه رو که بر میداریم بخوریم، نگاهمون میفته به چشم شما، از خجالت این غذا به ما نمیچسبه. ای داد بیداد، این همه ما به این برادر ظلم کردیم، چقدر داره به ما احسان میکنه. اگر ممکنه سفره غذای ما رو جدا کن، ما یه جا بنشینیم خودمون با هم غذا بخوریم، شما برو با عزیز مصر رو چه میدونم با تشکیلات خودت اونجا غذا بخور. الله اکبر، الله اکبر. جناب یوسف به برادرها فرمود دیگه این حرف رو نزنید، اصلا این حرف رو نزنید، شما برگردن من حق دارید، منت به گردن من دارید. گفتن ما چه منتی داریم؟ ما که همه ظلم کردیم، چه منتی بید؟ فرمود شما بودید آمدید اینجا، مردم فهمیدن من فرزند یعقوبم، من از نسل ابراهیمم، من پیامبر زادم. قبل از اینکه شما بیایید مردم فکر میکردن من یک غلامی هستم، از شاه در اومدم و فروختنم و آزاد شدم و به چشم یه برده آزاد شده منو میدیدن. شما اومدید فهمیدن من از آل ابراهیمم، شما به گردن من حق دارید. الله اکبر. برادرانی که برادر رو تو چاه انداختن، این طفل بیگناه نوجوان رو انداختن تو چاه، از شاه درش آوردن، فروختنش، عده درش آوردن، فروخته شده، رفته، اون همه گرفتاری، بلا، مصیبت، زندان، چند سال زندان بوده. مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه می نویسد یوسف 18 سال زندانش طول کشید. 18 سال. قرآن کریم در سوره یوسف اشاره ای داره به زندانی، به زندان حضرت یوسف، ولی مقدارشو به طور کامل بیان نکرده، فقط یک جا اشاره میکنه. بعد از اینکه سالها یوسف تو زندان بود، بعد از اینکه سالها تو زندان بود، قال و قال للذی ظن انه ناج منهما، شنیده ای داستانشو، به اون هم زندانیش که میخواست آزاد بشه گفت اذکرنی عند ربک، اذکرنی، رفتی بیرون پیش عزیز مصر بگو ما بیگناه اینجا افتادیم، همین یک کلمه.
دو نفری که خواب دیدن و خوابشون رو تعبیر کرد و گفت رو میکشن اعدام میکنن تو آزاد میشی، و قال للذی، قرآن میگه به اون زندانی که آزاد میشد فرمود که اذکرنی عند ربک، رفتی پیش از اونجا یاد بکن که ما اینجا مظلومانه افتادیم اینجا. فانساه الشیطان ذکر ربهی، یوسف چرا رفتی متوسل به دیگری شدی؟ حالا داستان بماند، تفسیر این آیه بماند. قرآن میگه فلبث، به جرم این که یوسف به هم بند هم زندانی و هم بندش گفت اذکرنی، فلبث فی السجن بضع سنین، چند سال دیگه زندانش اضافه شد. تازه بعد از چند سال زندان، چند سال دیگه که بعضی ها میگن این بضع سنین 8 ساله، 8 سال دوباره اضافه شد. مجموعاً علامه طبرسی می نویسد یوسف 18 سال زندان بوده. اگر برادر من، عزیز من، اگه برادر من، برادر شما، برادران ما در حق ما ظلمی بکنن، چاه انداختنشو نمیخوایم، غلام فروشیشو نمیخوایم، اینا هیچ، نه، یه ظلمی بکنن که ما 18 سال بریم زندان، روزی که از زندان بیایم بیرون چی کار میکنن؟ 18 سال نه، بگو 18 ماه بریم زندان، بگو نه اصلا 18، پامون به شرط، پامون به نیروی انتظامی، آبروی اون برادر دستی به کلی قطع رابطه میکنیم. 18 سال برادری به من ظلم کنه، من برم زندان بیام بیرون، حالا پذیرایی کنم، لا تسریب علیکم الیوم، یغفر الله لکم، اذهبوا بقمیصی هازا، قصه پدر رو نخورید، چشش بینا میشه، خدا میامرزه، اصلا حرفشو نزنید، هو ارحم الراحمین، تازه بگی شما به سر من منتم دارید، شما اومدید اینا فهمیدن من نسل ابراهیمم، تا حالا فکر میکردن من یه غلامیم، شما به گردن من حق دارید. میخواست خجالت نکشم. انصافا جامعه ما چقدر الان با این فرهنگ فاصله داره. این که من عرض میکنم خوبیامون جای خودش، بدیامونو بگیم، نقاط ضعفمونو بگیم. گذشت امروز تو جامعه ما واقعا داره یه دور نایاب میشه، مگر کسی نتونه انتقام بگیره، کسی بتونه انتقام بگیره و انتقام نگیره. بگذارید باز من یه قصه دیگری از امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض بکنم، واقعا تکان دهنده است، یعنی برای ما این در نهج البلاغه است، از نهج البلاغه فاصله نگیریم، در کلمات قصار نهج البلاغه است. امیر مؤمنان سلام الله علیه سخنرانی میکردن، کلمه 420، خوب عنایت کنید، کلمات قصار کلمه 420 اواخر نهج البلاغه است. امیر مؤمنان روی علیه انه علیه السلام کان جالسن، حالا داستان مفصل، من وارد داستان نشم. امیر مؤمنان جمله خیلی مهمی بیان کردن. امیر مؤمنان یه جمله بسیار فقیهانه و حکیمانه بر زبان جاری کردن. جمله رو باز من نمیخونم چون مجال نیست. فقال رجل من الخوارج، آقا اگر کسی قشنگ سخنرانی کنه، حکیمانه حرف بزنه، فقیهان سخن بگه، مردم چی باید بهش بگن؟ بگن طیب الله، بگن ماشاءالله، بگن احسن، چقدر زیبا گفتی. یه قاری قرآن قشنگ قرآن بخونه، یه مداحی شعر اهل بیت قشنگ بخونه، باید طیب الله گفت. فقال رجل من الخوارج قاتله الله، پا منبر امیر مؤمنان به امیر مؤمنان گفت قاتله الله، مرگ بر علی، چربش کرد، گفت کافرن. این از همونایی بود که امیرمؤمنون کافر میدانست، گفت قاتله الله، کاف، مرگ بر این کافر. جرمش چیه؟ ما افقهه، چقدر فقیهانه حرف میزنه. بابا اگر فقیهانه است، اگر حکیمانه است، طیب الله بگو، نگو قاتله الله. فوسب القوم لیقتلو، مردم ریختن پدرش رو در بیارن. فقال علیه السلام رویدا، چه خبرتونه؟ به من گفته مرگ بر علی، به من گفته مرگ بر این کافر، چه خبرتونه؟ روید آرام باشی، سبون به سبن او افون ان زنبن، دشنام داده، من میتونم دشنام بدم، سب جوابشو سب بدم، یا افون من بگذارم، من گذشتم، چرا شلوغش کردید؟ عزیزان این مال دوران خانه نشینی امیر مؤمنان نیستا، مال دورانی که اومدن در خانه امیرمون آتیش زدن نیستا، مال اوج قدرتشه. اون روزی که خلافت امیرمؤمنان، گویی من مثال زدم، ببینید مصر، امیرمؤمنان مالک اشتر رو فرستادن مصر برای چی؟
استاندار، یعنی مصری که امروز یه کشوره، یه استان امیر مؤمنان بوده، یمن یه استان بوده، عراق یه استانه، ایران یه استانه، اینا یه استان این کشور پهناوره. تو این اوج قدرت پا منبرشون وسط سخنرانیشون کسی میگه قاتله الله کافرن، فرمود چه خبرتونه؟ انما هو سبن به سبن او عفون انذن بن، گذشت داشته باشی. من میتونم جواب میتونم بگذارم و من گذشتم. بگذارید بازی جمله دیگه، حالا که بحث به اینجا رسید اشاره کنم. در بخش نامه های نهج البلاغه، نامه 23، نامه 23 نهج البلاغه، امیر مومنان تو بستر شهادت بودن. مطالب بسیار زیبایی داره این نامه. متاسفانه نامه مورد غفلته. نوعاً تو وقتی میخوان از امیر مومنان سخن بگن، همون نامه معروف وصیت نامه رو میگن، الله الله فی الصلا الله. اون درسته، اونم تو نهج البلاغه است. این نامه کمتر توجه میشه. نامه 23، انا بالامس صاحبکم و الیوم عبرتون لکم و غدن مفارقکم، مفصله. من نخونم تا میرسه به اینجا. حضرت فرمود ان ابقى فانا ولي دمي، الله اکبر. فرمود اگر من از ضربت ابن ملجم زنده موندم، ان ابقى باقی موندم، زنده موندم، انا ولي دمي، خودم اختیار خون خودم به من زده دیگه، خودم میدونم چه کنم. یقین داشته باشید اگه امیر مومنان از ضربت ابن ملجم جان سالم به در میبرد، مطمئنن ابن ملجم رو میبخشید. از این خطبه استفاده میشود، از این نام. فانا ولي دمي و این افن فلفنا و میادی، اگر به شهادت برسم شهادت وعدگاه من است. و این اعفو فلعفولی قربتون و هو لکم حسنتون، اگه من بگذرم عفو منو به خدا نزدیک میکنه، برای شما یه حسنه است. فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم، بچه های من اگه من به شهادت رسیدم از این ضربت، فعفو قاتل منو ببخشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواید خود شما رو بیامرزه. امیر مؤمنان نهج البلاغه است، نامه 23، تو بستر شهادت به بچه هاش میگه من زنده موندم که تکلیف خودم و خودم میدونم، خودم اختیار خون خودم رو دارم، اگرم به شهادت شما بگذرید، الا تحبون ان یغفر الله لکم. شاید از ازیان به ذهنشون بیاد پس چرا بچه ها نبخشیدن. میدانید اولا امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما تنها ولی دم نبودن، امیر مومنان در 15 تا اولا همه باید رضایت میدادن. ثانیاً بعد از شهادت امیر مومنان فضا در کوفه خیلی سنگین شد. اگر حسن این سلام الله علیه ما بچه های امیر مومنان همه توافق میکردن، این ده 15 تا اولاد همه توافق میکردن ابن ملجمو میبخشیدن، مردم تک تکش میکردن. فضا بعد از شهادت امیر مومنان بسیار سنگین بود، ولی سفارش حضرت این نامه 23 فرمود ان اعفو فالعفولی غربتون ولکم حسنه فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم. عرضم رو تمام کنم، جمله به اینجا رسید. یادتون باشه نامه 69 نهج البلاغه، نامه به حارث همدانی، عرض کردم بیش از 20 دستور داره. ما تقریبا نیمی از این نامه رو خوندیم. وکذم الغیظ وحلم عند الغضب، غیظ و خشم خودت رو فرو ببر، غضب موقع غضب حلیم باش، تجاوز عند المقدره وقتی قدرت داشتی اهل گذشت باش، وصفه مع الدوله وقتی دولت و قدرتی به دستت رسید اهل صف و گذشت باش. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرما. آمین. یا ربنا یا ربنا.